در حاشیه سومین نشست مقام های بلند پایه یا سام که قرار است فردا در ارگ را اندازی شود، نشست زیر نام توانمندسازی اقتصادی زنان، زیر ساخت ها و رشد را اندازی شده است. در این نشست که به هدف حسابدهی متقابل حکومت افغانستان و جامعه جهانی در بخش توانمندسازی زنان افغان را اندازی شده بود، نخست بانوی کشور پیشرفت های زنان کشور را در 3 سال گذشته چشمگیر می داند. کمک کنندگان و اداره های تطبیق کننده باید با هم کار کنند. به اصلاحاتی که من اشاره کردم هنوز هم نیاز به زمان دارد تا نتایج بهتری از آن بگیریم و در این بخش حکومت و جامعه جهانی باید در هماهنگی با هم کار کنند تا وضعیت زنان در کشور بهتر شود. در امینال شماره از نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان در این نشست کارکردهای حکومت را در زمینه بهبود وضعیت زنان افغان بسنده نمی دانند. آنان می گویند که اکنون هم شماره از زنان افغان در مناطق دوردست کشور با رویدادهای خشونت باری روبرو هستند. ما برای تساوی جنسیت با هم کار میکنیم و توانمندسازی زنان و آزادی آنان را از برنامه های مهم برای رشد ظرفیت زنان میدانیم. اجازه بدهید که با هم یک جا برای بهبود وضعیت زنان افغان در آینده کار کنیم. قرار است سومین نشست مقام های بلند پایه با شرکت بیش از 70 نماینده از کشورهای جهان و سازمان های کمک کننده به افغانستان فردا در ارگ برگزار شود. در این نشست گذشته از بررسی تعهدات حکومت افغانستان و کمک کنندگان، برنامه های تازه برای کمک به افغانستان در بخش های گوناگون طرح ریزی خواهند شد.